بینندگان شنوندگان عزیزم سلام، من دکتر بنجامین رخصاد هستم و امروز از نیویورک در خدمت شما هموطنان عزیزم برای مدت کوتاهی به گفتگو می نشینیم. عزیزان، خیلی خیلی خوشحالم از اینکه این وقت برای من پیش اومده و همچنین تشکر میکنم از مردم تیوی و جناب آقای سربی که این وقت رو در اختیار من گذاشتن و ما میتوانیم با شما به مدت کوتاهی با هم یک گفتگوی داشته باشیم. در این هفته که گذشت بسیاری از بینندگان شنوندگان عزیزم متوجه یک موضوعی نشدن و اون موضوع رو من امروز مطرح میکنم و اون موضوع اینه که هدف از این برنامه چیست. و چندین تلفن داشتم که بینندگان هنوز متوجه نمیشن که ما چرا این برنامه رو اجرا میکنیم. هدف از این برنامه همونجور که شما میدانید و من بارها گفتم آگاهی رساندن است. من تخصصی در رشته پا دارم و من یک جراح پا هستم و از این رشته که در این رشته تخصصی هنوز حتی ایرانی ها به اضافه امریکایی ها هنوز نمیدونن که جراحان پا چه کسانی هستن و چه کارهایی را انجام میدن. پس بنابراین در طول برنامه من نکاتی رو خواهم گفت که بدونید که اینها جزء تخصصی ماست و ما از نظر اینکه اطلاع میدیم به شما بینندگان و شنوندگان عزیزم برای این اطلاعی رسانی ما آگاهی داریم برای شما میدیم که شما آگاه باشید و اون موقعی که شما آگاه بودید اون موقع میتونید تصمیم بهتری بگیرید. ببینین عزیزان، بعضی موقع ها من به زبان فارسی وقتی نکته ای رو میگم اون نکته به زبان انگلیسی مقداری در ترجمه اون ممکنه که فرق بکنه، اما هدف همون هدفه. هدف آگاهی رساندن و به شما عزیزان گفتن که ما که جراح پا هستیم ما چیکار میکنیم و آیا کسی که بعد از 11 سال به این رشته در این رشته تخصص دیده آیا این رشته این تخصصی جراحی میکنن بعضیا یا جراحی نمیکنن. این لغت جراحی در رشته ما اشخاصی هستن که در این رشته تخصصی جراحی رو دارن، اما بعضی هم هستن که جراحی نمی کنن. اما دلیل بر این نیست که اونها تصمیم گرفتن که اون عده تصمیم گرفتن که کار دیگه ای را در همین رشته دنبال کنن. پس بنابراین ما موقعی که راجع به دکترای پا صحبت می کنیم دکترای تخصصی آنهایی هستن که تصمیم گرفتن که بعضیشون جراحی بکنن بعضیشون جراحی نکنن. در هفته که گذشت این مسئله عمومیه، فقط برای ما ایرانی ها نیست، برای کسای دیگه هم هست. اونها امریکایی ها هم خودشون هنوز متوجه نیستن که وقتی که پاشون درد میگیره و یا اینکه پاشون به عمل احتیاج داره آیا باید به یک متخصص پا برن یا به یک متخصصی که در رشته ارتوپد هست و
این یک پرابلمی به وجود آورده، یک مسئلهی به وجود آورده و مریض و بیمار اینها در یک دوراهی قرار گرفتن. من سعی میکنم که این آگاهی رو به شما برسونم و شما تصمیم بگیرید که آیا موقعی که میخواییم روی پاتون جراحی بکنیم، آیا شما باید به یک دکتر ارتوپات برید و یا اینکه یک دکتر پزشک متخصص و جراح پا، شما کدومشو باید انتخاب کنید؟ ببینید، یک شخصی که جراح پا شده به طور مینیموم اقلا 11 سال درس خونده و این رشته که یا این در طول 11 سال هم جنرال مدیسن خونده و هم رشته تخصصی در جراحی پا، و این اشخاص ما مثل من در طول مدت رزیدنسی برای اینکه رزیدنسی رو تکمیل کنن در حدود 130 تا 150 جراحی روی هر شخص انجام دادن. بعضی موقع روی شخصا چندین عمل جراحی روی پاشون انجام شده. پس اقلن اینها تجربه اینو دارن. در ضمن بعضی هستن که این تجربه رو ندارن، پس بنابراین خیلی راحته که شما وقتی که پیش یک دکتر متخصص جراح میرید از او سوال کنید که آیا شما جراح بانیه رو انجام میدی؟ اگر او گفت انجام میدم، پس اون دکتر باید بدونه که این کار میتونه انجام بده و باید داره با شما صحبت بین مریض و دکتر هست، داره با شما اونو در میون میذاره. و این سوال که شما از این بپرسید بسیار بجاست. سوالی نیست که شما خجالت بکشید یا نخواهید این کار بکنید. پس بنابراین ما جراحانی متخصص، ما کسایی هستیم که میتونیم این کار را انجام بدیم، ولی اگر شما تصمیم میگیرید که این کار را انجام بدید یا ندید، اون دیگه تصمیمش با شماست. من از این که امروز این بحث رو باز کردم برای اینه که بسیاری از هموطنان عزیزم و بسیاری از امریکایی‌ها هستند که اونها این سوال رو پرسیدن و این سوال رو میکنن همیشه. پس بنابراین میخوام برای بار دوم یا سوم یا چهارم بگم که ما که جراح پا هستیم، ما در حدود 11 سال باید این رشته رو بخونیم. حالا من از این فرصت استفاده میکنم و به آنهایی که میخوان این رشته رو بخونن و نسل آینده که این رشته رو میخوان ادامه بخونن و ادامه تحصیل بدن از دانشگاه که 4 سال اول خوندن و حالا میخوان وارد رشته یک نوع رشته پزشکی بشن، من این نکته رو، این بحث رو به اونها نشون میدم یا به اونها برای اونها باز میکنم که اگر شما همچین کاری خواستید بکنید، شما میتونید با من تماس بگیرید با شماره تلفن من، با از طریق ایمیل، از طریق فیسبوک میتونید با من تماس بگیرید. خب بینندگان عزیز، مثل اینکه ما یک مقدار اشکال فنی داریم و
میدونین که تکنولوژی همینه، باید که این اشکالات پیش میاد و به خاطر همینه که بهش میگن اینترنت، و این ما باید که با این یواش یواش یاد بگیریم که عادت کنیم با این اشکالات فنی. اما بذارین که من دنباله بحثمو ادامه بدم. و ما راجع به هدف این برنامه صحبت میکردیم و از هدف این برنامه به نسل جوان، پل ارتباطی بین ما و نسلی که به ما میخواد بپیونده. پس بنابراین بارها من گفتم که این درسی که ما در این صدای من مثل این که یکم اکو داره، اما ما دنبال میکنیم برنامه رو و برای اینکه ما بیشتر اینو یکم این مسئله رو یکم من بشکافم، برای اینی که من میخوام کسایی که این برنامه رو گوش میدن بدونم که وقتی که من راجع به 11 سال صحبت میکنم، 11 سال بعد از اینی که شما دیپلم دبیرستان گرفتی، یعنی بعد از اینکه دیپلم دبیرستان رو گرفتی، از فارغ التحصیل شدید از دبیرستان، بعد به دانشگاه میاد، بعد از اون اول بهش میگن پری مد، اون 4 سال اول رو میخونی و بعد از اینکه اون 4 سال اول تموم شد، بعد از اون 4 سال بعد وارد تخصصی میشی و بعد از اون که وارد این تخصصی شدید، 3 سال بعدش به شما یک مدرکی میدن که این مدرک یعنی این که شما الان میتونید جراحی پا رو انجام بدید. پس بنابراین اونهایی که تخصصی در این رشته دارن، بعد از فارغ التحصیل شدن از دانش از دبیرستان، اونها وارد دانشگاه میشن و بعد از اینکه وارد دانشگاه شدن، در 4 سال اولی که خوندن، بعد 4 سال دوم وارد این رشته میشن و وقتی که این 4 سال دوم تخصصی رو تمام کردن و بعد از اون در این تخصصی رزیدنسی میخونن و اون 3 سال هم طول میکشی که این رزیدنسی رو تمام بکنن. پس تمام این صحبت ها برای نسل جوانه، نسل جوان که میخوان این کار رو انجام بدن و خیلی ها هستن که در اروپا هستن، در کشورهای خارجی هستن و خیلی ها هستن که در ایران هستن، اونها هم میخوان ادامه تحصیل بدن و این ادامه تحصیل دادن در این رشته، شما احتیاج نیست که همون موقع که از دبیرستان فارغ التحصیل شدید اون موقع وارد این رشته بشید، شما میتونید یک مدتی کارهای دیگه انجام بدید، مثلا فرض کنید که رشته‌های دیگه میخونید و اگر اون رشته رو دوست نداشتید، هنوز هم موقعیت هست برای شما که رشته‌ای که دوست ندارید و دنبالش نرید و اون رشته‌ای که میخواین شما بخونید یکم در تحقیقاتونی یک پلیه در دنیای امروز که دنیای اینترنتیه، میدونیم که خیلی کوچیک شده و از طریق اینترنت همه جور اینفورمیشن هایی شما میتونید بگیری و کسایی که مثل من در این رشته تخصصی دیدن، اونها میتونن به شما یک اطلاعاتی بدن برای شما این اطلاعات مفید باشه و بهتر بتونید که این رشته رو بدونید چیه و وقتی که اطلاع پیدا کردید از به قول معروف زیروی این رشته، اون موقع
تصمیم بهتری میتونید بگیرید که آیا برای شما خوبه این کار رو انجام بدید، آیا شما دوست دارید این کار رو انجام بدید. وقتی که ما همچین درایی رو باز میکنیم برای نسل آینده، اینها بهتر میتونن که خودشون رو آماده کنن برای زندگی بهتر. پس روی سخن با پدر مادرهاییست که به بچه ها اطلاع بدن. هستن کسانی مثل من در تمام امریکا هستن و شما میتونید با اونها تماس بگیرید، با خود من میتونید تماس بگیرید و اونها به شما نشون میدن و اگر شما دیدید خوشتون اومد اون موقع دنبال میکنید و الا میتونید که رشته های دیگه هست، رشته های دیگه رو دنبال بکنید. پس این نکته که من اینجا در نیویورک هستم و این وقت رو برای شما میذارم که راهنمایی بکنم به شما که آیا این رشته برای شما خوب هست یا خوب نیست، با از طریق تلفن، از طریق اینترنت میتونید با من تماس بگیرید و وقتی که تماس گرفتید میتونید خودتون، شخص خودتون بیاین از نزدیک نگاه کنید و از نزدیک لمس کنید، ببینید و بعد از اون تصمیم بگیرید. ما اینجا به عنوان یه کاتالیست هستیم، فقط به عنوان کسی که شما رو راهنمایی میکنه. شما اگر دیدید خوشتون اومد دنبال میکنید، اگر ندیدید خوشتون نیومد دنبال نمیکنید. عده زیادی از نوجوانان عزیز هستن که این از این رشته اطلاع ندارن و چون از این رشته اطلاع ندارن نمیدونن که آیا برایشون خوبه برایشون بده، چیکار باید بکنن. ما تا اونجایی که برای ما مهیاست من براتون راههایی باز میکنم که شما به این دانشگاه ها برید و اونجا از طرف من که من آلومینای این دانشگاه هستم که اونجا من رکورد دارم، شما میرید اونجا تشریف میبرید و نگاه میکنید و اونجا به شما یک تور میدن و از این موقعیت استفاده کنید و فکر بکنید که میتونید که شما قبل از این که تصمیم بگیرید این اطلاعات رو داشته باشید. پس بنابراین اگر که شما درس 4 سال اول تو دانشگاه خوندید یا اینکه در شرف اتمامش هستید، شما میتونید با من تماس بگیرید. بعضی هستن که بعد از اینکه 4 سال اول رو میخونن تو دانشگاه بعد میرن و به یک کارهای دیگه، شغلهای دیگه بهشون برایشون پیش میاد و کارهای دیگه انجام میدن و بعد دو مرتبه تصمیم میگیرن که برگردن. ما به این دانشجوها ترک تحصیل کردن و بعدن برمیگردن، این هم امکانش هست. اگر اینکه شما ترک تحصیل دارید و بعدن برمیگردید میخواهید دو مرتبه ادامه بدید، امکانش هست، شما میتونید این کارا انجام بدید. برای قسمت بعد اینه که بچه هایی هستن که یک درسی رو خوندن، مثلا درسی خوندن مهندسی و از مهندسی خوششون نمیاد. آیا کسی که یک درس مهندسی خونده میتونه بیاد این وارد این رشته بشه؟ بله، این هم هست، این هم امکانش هست. من هم شاگردایی داشتم، هم کلاسیایی داشتم که اینها بعد از اینکه پی اچ دی گرفتن در فیزیولوژی
در رشته مایکروبیولوژی، در رشته کیمستری، اینها تصمیم گرفتن که دنبال نکنن. من دوستایی داشتم که اینها نفس بودن، دوستایی داشتم که اونها درسای فارمکولوژی خونده بودن، فارمسیست شده بودن، و اینها بعد از مدتی تصمیم میگیرن که بیان و این کار رو بیان تو این رشته و رشته تخصصی این رشته رو دنبال کنن، و بعضی از اینها خیلی خیلی هم موفق هستن و در این رشته پیشرفت بسیاری کردن. اجازه بدیم که یک بریک کوچیکی بگیریم، یک موزیک گوش بکنیم و برگردیم. هر کی میگی پاشو میبینی پاشو
نوار پاره پاره به هر کی میگی پاشو میبینی پا نداره. سلام به هموطنان عزیزم، انشالله که در قسمت اول برنامه از آگاهی که دادم شما استفاده میکنید و خواهش میکنم که سوالی دارید با من تماس بگیرید و با هم دیگه میتونیم که تیمی درست. یکی موضوع خیلی مهم که میخوام راجع به صحبت بکنم اینه که ببینین عزیزان، ما در تلویزیون مردم ما یک خدماتی رو ارائه میدیم، مخصوصا ما در رشته پزشکی مثلا فرض میکنیم که برنامه که من گذاشتم، ما یک مغازه اینترنتی درست کردیم و شما عزیزان میتونید برید و از این مغازه اینترنتی دیدن کنید و همچنین خرید بکنید. این عمل شما باعث میشه که ما بیشتر دلگرم بشیم و بهتر برنامه بهتر بتونیم یک کنیم. این یکی از اون کارهایی است که شما باید بکنید. از ما یعنی من تلویزیون مردم این وقت در اختیار من گذاشته و ما سپورت میکنیم تلویزیون مردم رو و شما هم میتونیم با اعمالتون سپورت بکنید. دوستان عزیز، باید امروز ببخشید این وسیله وسایل الکترونیکی هنوز جا نیفتاده و ما سعی میکنیم که تصویر داشته باشیم، اما تا این چند لحظه تصویر رو ما نتونستیم بیاریم صفحه و انشالله که صدا خوبه و اجازه بدید که ادامه بدیم و راجع به یک موضوع خیلی مهمی صحبت می‌کردم و اون موضوع این بود که سپورت از نظر ما که شما بینندگان عزیز اونجا به برنامه‌های تلویزیونی مردم گوش میدید و ما انتظار داریم که شما برنامه ها رو سپورت بکنید و شما چجور میتونید که این سپورت رو انجام بدید. ما که میدونید که اینجا فاندریزینگ نمی کنیم و به یک نوعی که ما اینجا پیشنهاد میکنیم اینه که از آنهایی که در این برنامه تلویزیون مردم رو نگاه میکنن به کسایی که دوستاشون، آشناهاشون و یا حتی خودشون تلویزیون مردم رو معرفی کنن و از خدماتی که تلویزیون مردم برشون مهیا کرده به اون خدمات رجوع کنن و استفاده کنن. و من یک مثال میزنم براتون. به طور مثال من یک مغازه اینترنتی درست کرده و این مغازه اینترنتی من فقط در تلویزیون مردمه. پس شما میتونید با رجوع کردن به این سایت که هست www.ourdoctorstore.com/rukhsar، شما میتونید به این سایت تشریف ببرید و حمایت کنید از این دکان اینترنتی. این یک نوع
پیغامی است که شما میتونید با عملتون به ما پیغام بدید که شما تلویزیون مردم رو نگاه میکنید، شما تلویزیون مردم رو سپورت میکنید و با به طریق عملتون شما این کار انجام میدید، نه فقط با حرف زدن. پس بنابراین اگر که شما میخواین از تلویزیون مردم حمایت کنید، به خدماتی که در تلویزیون مردم ارائه میشه به این خدمات از این خدمات استفاده کنید و به طور مثال از دکان اینترنتی من دکتر بنجامین رخسار که در تلویزیون مردم هست اونجا تشریف ببرید، در صفحه نخست روی اون یک کلیک میکنید و اون اتوماتیک شما رو میبره به طرف به سایت دکان اینترنتی. پس این یکی از اعمالی است که شما اگر این عمل انجام بدید و از دکان اینترنتی خرید بکنید، این یک سپورت میشه، یعنی اینکه شما از خدمات تلویزیون مردم استفاده جمع نیست که بیاین روی خط و بگیم که ما این کار داریم میکنیم. ما از طریق اینترنت میبینیم و از طریق اینترنت ما نگاه میکنیم و میبینیم که چند نفر رفتن، چند نفر این کار کردن و چجور ما این خدماتی که در تلویزیون مردم هست مورد استفاده هست. اگر خدمات دیگه هم هست شما میتونین بیاین و این خدمات رو ارائه بدید، اما احتیاجی نیست، احتیاج به این نیست که من هر هفته به شما گوشزد بکنم که این خدمات وجود داره. با رفتن به سایت مردمتیوی.com شما میتونید که از این خدمات استفاده کنید. اما یکی دیگه از راهایی که ما پیغام برای شما میفرستیم و میخواییم که شما از خدمات مردم تیوی استفاده بکنید اینه که مهمون دعوت میکنید. مهمان هفته گذشته من، دو نفر مهمان هفته گذشته من، یکی یک اترنی بود به اسم اترنی مارک پلین و دیگری یک CEO بود از یک کارخانه که در اوماها هست و این شخص بسیار بسیار مهربان و آگاه مهمان برنامه من بود. و شما میتونید به سایت این مهمان عزیز من که هست www.gildentree.com gilden.com تشریف ببرید و این از این سایت دیدن کنید و خرید بکنید. وقتی که شما این عمل انجام میدید، شما به طور مستقیم به خدمات مردم تیوی نشون میدید که شما مردم تیوی نگاه میکنید و از این خدمات استفاده میکنید و همچنین از اون دوست عزیزم که هفته پیش مهمانم بود، مارک پلین، اترنی مارک پلین که بسیار وکیل حاضر و بسیار آگاه از در خدماتی که اون برای شما ارائه میده، شما میتونید این کار رو با او تماس بگیرید و از طریق مردم تیوی میتونید انفورمیشن ها رو بگیرید، انفورمیشن هاش رو، و حتی میتونید به من تلفن بزنید و من به شما انفورمیشن هایی که راجع به این آقا هست، سوالی دارید براتون بهتون جواب میدم و از این خدمات استفاده کنید. اینها ما مهمونایی که دعوت میکنیم برای اینه
برای این نیست که شما استفاده ببری و بعد کار تموم میشه و برنامه تموم میشه و بعد شما اطلاعی و سودی از این برنامه نبردید. پس بنابراین تمام خدماتی که ما در تلویزیون مردم مخصوصا برنامه من این به قول معروف پل ارتباطی رو درست میکنه برای شماست که از این طریق با آدم هایی که دوست دارن که در با تلویزیون مردم باشن و خدماتشون رو ارائه کنن، شما میتونید که با اونها تماس بگیرید و با اونها هم ارتباط برقرار بکنید. این خودش به انگلیسی میگن نتورکینگ، یعنی اینکه ما آدم ها رو میاریم و از خدماتی که دارن مطلع میشیم از اون خدمات و موقعی که خواستیم از اون خدمات استفاده خواهیم کرد. و این یکی از کارهاییست که من در تلویزیون مردم شروع کردم و امید دارم که کسایی دیگم که برنامه دارن در تلویزیون مردم اونها هم کسایی رو معرفی بکنن و از خدمات اونها هم ما استفاده ببریم. پس ببینیم که چطور میشه که ما همگی با هم یک شبکه‌ای رو با هم دیگه درست میکنیم و این شبکه اینه که به کسایی دیگه، به کسایی که احتیاج دارن به اونها کمک میکنیم و
عزیزم سلام، امیدوارم که تا این لحظه از برنامه‌هایی که در تلویزیون مردم من اجرا می‌کنم لذت برده باشی و ادامه می‌دیم گفتگویمون رو با اینکه به نظر من ما باید یک موضوعی رو همیشه در خاطرمون نگه داریم و اون موضوع حمایته. حمایت کردن از تلویزیون مردم این به این طریقه که شما بینندگان و شنوندگان عزیزم به سایت هایی که در تلویزیون مردم ارائه میشه رجوع کنید و اگر خدماتی در این سایت ها هست که برای شما مهیا شده و از اون میتونید استفاده کنید، به این ترتیب شما به تلویزیون مردم و به برنامه های اون شما کمک کنید و ما همیشه در انتظار این هستیم که بدونیم با اعمال شما بدونیم که تلویزیون مردم خدماتش برایتون مفیده و خدماتی که احتیاج هست ما بیشتر و بیشتر عرضه کنیم. پس بنابراین همونطوری که در چند دقیقه قبل توضیح دادم ما احتیاج داریم که شما بینندگان و شنوندگان عزیز از تلویزیون مردم به طریق رجوع کردن به سایت هایی که هست در تلویزیون مردم حمایت خودتون را نشون بدید. وقتی که شما حمایت بکنید ما بهتر میتونیم برنامه ها و کیفیت آنها رو بالاتر ببریم. اگر که میبینید اشخاصی مثل من میان و برنامه میذارن و اطلاع رسانی میکنن، هدفشون خدمت به جامعه ایرانی است و این خدمتی که ما به جامعه ایرانی میکنیم به طور شخصی ما پاداشی لازم نداریم، ما پاداش اونو به طور اجتماعی میگیریم. یعنی اینکه وقتی که شما اسم منو با تلویزیون مردم مرتبط کردی یعنی من پاداشم رو گرفتم و شما بینندگان و شنوندگان عزیزم وقتی که به سایت www.ourdotstore.com تشریف میبرید و از اونجا خرید میکنید، اون هم نماینده اینه که شما تلویزیون مردم رو سپورت میکنید و از برنامه های بنجامین رخداد شما میتونید استفاده میبرید و با اطلاع میشید برای زندگی بهتر و آینده بهتر. یه نکته خیلی مهم که من بارها گفتم این نکته این است که ما 33 سال از انقلاب گذشته و ما الان باید به آیندهمون نگاه بکنیم و ببینیم آیندهمون در آینده چی میخواییم، چه انتظاراتی داریم. از این که ما تاریخمونو میبینیم، گذشته رو دیدیم و نگاه کردیم به گذشته، این درسی باید باشه برای ساختن آینده و بهترین طریقی که ما آینده رو میتونیم بسازیم از نظر من
نظر شخصی آگاه بودن و از تحصیلاتی که ما در امریکا، اگر در امریکا زندگی میکنیم یا جای خارج زندگی میکنیم، حتی از ایران در ایران زندگی میکنیم، آگاه باشیم و بدونیم که ما چی در محیطمون میگذره و از این که بتونیم به دیگران کمک بکنیم دریغ نکنیم، با به دیگران هم کمک خودمون رو بکنیم، حتی اگر اونها از مخالف سیاسی هستن، مخالف مذهبی هستن، ما راجع به سیاست و مذهب و هنر و این چیزا ما در این برنامه صحبت نمی کنیم. ما ممکنه که اختلاف با هم داشته باشیم، اما در یک نقطه ما با هم هم صدایی، و اون هم صدایی اونه که ما باید از تجربیات هم دیگه استفاده بکنیم و این تجربیات رو در اختیار نسل جوان، در اختیار اونایی که میخوان در بگذاریم. من به نامه خودم فکر بکنم که اگر ما این کار انجام بدیم و به نسل آینده کمک بکنیم، حتی اگر یک نفر آگاه بشه، برای من کار من انجام داده شده است و اون یک نفر که آگاه شده زندگی بهتری رو میتونه ادامه بده و بهتر میتونه برای خودش تصمیم بگیره. پس بنابراین هدف از اجرا کردن این برنامه اینه که ما به هم نوع خودمون کمک بکنیم. شما باور کنید، من از در هفته قبل چندین تلفن از اشخاصی داشتم که فارسی بلد هستن، فارسی میفهمن، اما فارسی صحبت نمی کنن و انگلیسی مکالمه می کنن. حتی اونها هم میخوان که بهشون یک کارهایی هست که اونها هم کمک احتیاج دارن و تلفن میکنن و برای اینکه کمک بگیرن و سوالی بکنن، سوال داشته باشن، من با کمال میل در اختیار شما هستم و احتیاجی هم نیست که ما وقتی که با هم صحبت میکنیم همیشه از اختلافاتمون صحبت کنیم، چرا که ما باید یاد بگیریم از چیزهایی صحبت کنیم که شریک هستیم و در شراکت داریم، و این چیزهایی که در شراکت داریم اگر بهش توجه بکنیم هم زندگی خودمون بهتر میشه، هم زندگی دیگران رو بهتر کرد و هر کسی به نوبه خودش. شما هفته گذشته متوجه شدید که من یک مهمونی داشتم که این مهمون من از کشور پاکستان، در کشور پاکستان زایده شده بود و این شخص یک کاری کرده که به همراه خودش داره کمک میکنه و ما هم باید این کار رو ادامه بدیم، ما هم باید این کار رو انجام بدیم. اگر اینکه ما همش با هم دیگه اختلاف نظر داشته باشیم و با هم یک نقطه مشترک رو پیدا نکنیم، ما این موقعیت رو از دست میدیم و نسل جوان، نسلی که باید اون ارتدار به کارهایی باشه که وظیفه هایی که ارتدار نسل جوان میشه، اونها نمیتونن که باید چه راهی رو برن. یکی از نکته هایی که من
خیلی روش تکیه میکنم اینه که تحصیلات مهمه. من در امریکا یک مریضی داشتم که این مریض فقط 4 کلاس سواد داشت. میدونین روزنامه های محلی که در نیویورک هست برای خوندن آنها شما احتیاج فقط دارید به 4 کلاس. و بعد از اینکه ایشون از مدرسه اومدن بیرون دیگه به مدرسه بر نگشتن، به خاطر اینکه دیگه نمیتونستن که خانوادهشون رو بهشون سپورت بکنن و پدرشون رو از دست داده بودن، مادرشون رو از دست داده بودن و مجبور بودن که خودشون این زندگی رو درست کنن. ایشون بعد از اینکه یک مرد سال خورده شده بود و راننده کامیون بود و فقط 4 کلاس درس خونده بود، برگشته بود که به مدرسه و کلاس های شبانه میرم و در این کلاس های شبانه ثبت نام کرده بود که دیپلم کلاس 12 رو بگیره. پس ببینید در این اجتماع که ما زندگی میکنیم اینجور اشخاصی هم هستن، اشخاصی هستن که به دنبال تحصیل هستن. اونایی که تحصیل میکنن درهای بیشتری برایشون باز خواهد شد، زندگی بهتری خواهند داشت، موقعیت های بهتری رو میتونن برای خودشون پیدا بکنن. تحصیلات مهمه، اما اگر شما این وقفه بین تحصیل بیفته اشکال نداره، همیشه میتونید که این تحصیلات رو دنبال کنید. انشاءالله که این موضوع آگاهی رساندن و همچنین این از اینکه این برنامه رو من هدفش برای چیست انشاءالله که روشن شده باشه و بیشتر سعی ما اینه که برنامه ها رو بهتر بسازیم، بهتر درست بکنیم و شما بینندگان و شنوندگان عزیز بتونین از این نوع برنامه ها استفاده بکنید و نشون بدید که شما هم حمایت میکنید و به طرقی که میدونید از خدماتی که تلویزیون مردم در اختیار شما میذاره حتما حتما استفاده کنید. من این وبسایت رو دو مرتبه براتون میگم: www.ourdoctorstore.com. محصولاتی پزشکی در این وبسایت هست. شما وقتی که به این وبسایت میرید میتونید که از طریق شماره هایی که روی اون محصول هست، اون شماره محصول رو روی سرچ باکس بزنید، بنویسید و به طور مثال فرض کنید اگر که شما به مرض دیابت دارید و میخواین که یک جورابی تهیه کنید، میتونید به این سایت تشریف ببرید و این جوراب رو تهیه کنید. اگر میخواهید کفشی تهیه کنید میتونید به این سایت تشریف ببرید و در این سایت
های متعددی هست که شما برای راه رفتن میتونید استفاده بکنید و برای اینکه میتونید این کفش رو برای دویدن استفاده بکنید و از این سایت خواهش میکنم دیدن کنید و مطمئن باشید که وقتی حمایت بکنید از سایت من، یعنی اینکه از مردم تیوی حمایت کردید. یکی از مهمترین نکاتی که نکته هفته گذشته من داشتم صحبت میکردم در آخر برنامه برای کسایی که اون اشخاصی که شکر قندشون بالاست و اینو میخوان پایین بیارن، یکی از کارهایی که باید انجام بدن برای اینکه این شکر قند رو پایین بیارن، میدونین که اینسولین خیلی مهمه که شکر قند رو پایین بیاره. من گفتم که راه رفتن بسیار کار خوبیه برای اونایی که میخوان قندشون رو پایین بیارن، اما میگن که راه رفتن چه موقع خوبه؟ راه رفتن بعد از اینکه شما نهار میخورید. بعد از اینکه نهار میخورید اون موقع هست که شما باید برای یه مدت 15 دقیقه بعد از اینکه نهار خوردید راه روی پیاده روی کنید. و چرا میگن که این کار خوبه؟ به خاطر اینکه در اون موقع وقتی که این راه پیمایی رو کردید بدن شما شروع میکنه به فعالیت کردن از نظر متابولیسمی و اینسولین ترشح میشه. و وقتی که اینسولین ترشح شد این شکر قند خون شما رو منظورم قند خون شما رو پایین میاره. پس وقتی که راه پیمایی میرید این راه پیمایی باید به مدت 15 دقیقه بعد از غذا خوردن. یکی دیگه از نکته هایی که هفته پیش گفتم این بود که گوش دادن به موزیک. به موزیک وقتی که اون موزیکی که دوست دارید وقتی که به اون موزیک شما گوش میدید این یک فلو انفعالات شیمیایی در بدن شما ایجاد میکنه که این فلو انفعالات شیمیایی استرس شما را از بین میبره. وقتی که استرس از بین رفت این عاملی است که قند خون شما رو پایین میاره. پس بنابراین استرس خیلی مهمه. و چطور میشه این استرس رو از بین برد؟ با گوش دادن به موزیکی که شما دوست دارید به اون موزیک گوش بدید و استراحت کامل باید داشته باشید. وقتی که این موزیک رو شما گوش دادید و استراحت کامل کردید این استرس و انگزایتی از شما میاد بیرون و این یک اثری داره که به انگلیسی بهش میگن ripple effect و این تاثیر
روحیه شما. پس فراموش نکنید که موزیک بسیار برای اونایی که مرز قند دارن بسیار مهمه و 15 دقیقه در روز باید شما به اون موسیقی که دوست داری گوش بدی. و بعد از اینکه نکته سوم در پایین آوردن قند خون اینه که وقتی که شما احساس کردید که میخواین یک غذایی رو بخورید، همون موقع به دوستتون تلفن بزنید. یعنی اینکه بعضیا بهش میگن اسنک. ما دوست داریم مخصوصا اونایی که مرض دیابت دارن، اونا دوست دارن که زیاد همیشه یه چیزی بخورن. شما وقتی این حس رو میکنید، بهترین کار اینه که به جای اینکه برید و یه اسنک بخورید، مثل یک دونات یا پوتیتو چیپس یا از این بهش میگن، اینا بهش میگن اسنک، اسنک استفاده کنید، شما فوری اون موقع به دوستتون تلفن بزنید و این باعث میشه که شما فراموش کنید که این اسنک رو لازم دارید و میخواییم همین الان یک چیزی توی دهنتون بذارید و این باعث تلفن زدن و صحبت کردن با دوستتون باعث میشه که شکر خون شما بیاد پایین. و یکی از عواملی که اونایی که مرض قند دارن خیلی خوب میدونن اینه که همیشه گرسنه هستن، گشنه شونه. این گرسنگی یکی از علائم مرض قند و همچنین وقتی که زیاد ادرار میکنید، شما مرتب در هر 15 دقیقه میرید ادرار میکنید، اون هم فاکتور دومه. و یه فاکتور سومی دیگه هم داره و اون اینه که شما همیشه تشنه هستید. پس بهش میگن پالی یوریا، پالی فیجیا، یعنی شما همیشه گرسنه، همیشه میخواین ادرار بکنید. و پالی دیپسیا، یعنی اینکه شما همیشه میخواین یه چیزی رو، یک نوشیدنی رو بخورید و دهنتون خشکه. این سه عامل نشون دهنده اینه که شما مرض قند دارید و باید که به دکتر متخصص قند حتما رجوع کنید و معالجه رو شروع کنید. و نکته چهارم اینه که وقتی که میخواییم سر غذا مینشینید و غذا میخواییم بخورید، این فراموش نکنید که رابطه با سر سفره باشه. رابطه با مثل کلم، مثل ما به کلم میگیم، منظورم گل کلمه، همون کالی فلاوره یا هویج، هویجایی که راه هستن یعنی نپخته، شما میتونید روی سر میز داشته باشید. و باقالی، اینها چیزایی هست که سر میز باید باشه برای کسایی که مرض قند دارن و بیشتر باید از این ویجیتبل ها استفاده بکنن، چرا که این ویجیتبل ها خوردن اینها باعث میشه که شکمشون
احساس گرسنگی نکنه و بدن فعل و انفعالاتی نشون میده که سوخت سازش میاد پایین و وقتی که اسنکی میخواییم شما بخورید از اون استفاده کنید. و نکته دیگه که بسیار بسیار مهمه که اون هم نشون دادن نشون میگه که شما قند خونتون بالاست و استراحت کامله. استراحت به معنی این که مثلا فرض کنید شما شبها ساعت 11 میرین که خودتون آماده کنین بخوابید. به جای اینکه شما ساعت 11 خودتون آماده کنین، نیم ساعت جلوتر خودتون آماده کنین. این یک انتیسیپیشنه، یعنی بدن انسان داره فکر میکنه که الان دیگه از استرس کم میشه و زودتر آدم میخواد که استراحت خودشو شروع کنه. و این هم یکی از عوامل دیگه ایست که باعث میشه که شما از بند خونتون پایین بیاد و بیشتر فعل و انفعالاتی که در بدن انجام میشه شما این فعل انفعالاتتون رو با این اعمالی که من گفتم میتونید کنترل بکنید و این برای پایین آوردن بند خونه. پس مرض دیابت مرضیست که خیلی خیلی اثراتش مهمه. اثراتی که مرض دیابت روی پاها میذاره خیلی مهمه. و متوجه باشید که من گفتم برای پایین آوردن، اما کنترل کردنش کار بسیار بسیار مهم دیگه. برای کنترل کردن اونها بسیار که باید کنترل بکنن تایپ 2 دیابتیز، اونها باید حتما حتما به اضافه این که داروهایی که دکتر داده برای بند خونشون به اضافه اونها باید حتما حتما پیاده روی بکنن، حتما حتما رژیم غذایی خودشون رو نگهداری بکنن، حتما حتما باید به چشم پزشک برن و حتما حتما باید به متخصص جراح پا حتما باید رجوع کنن. و این کنترل کردن این مرض آن مهمتر از اینه که مرض قند رو بتونن، یعنی خونه قند رو بتونن پایین بیارن. پس امیدوارم که این نکات مهم رو همگی توجه داشته باشید، مخصوصا اونایی که دیابتیک تایپ 2 هستن و اونایی که پری دیابتیک هستن. اونایی که دیابتیک تایپ 2 هستن با اونایی که پری دیابتیک هستن معمولا باید خیلی خیلی توجه داشته باشن به پاهاشون و صدمه به پاشون نذارن، مطمئن باشن که پاهاشون رو اگزامین میکنن، نگاه میکنن. و حتما حتما من به مریضام پیشنهاد میکنم که هر ماه یک مرتبه برای چکاپ به دکترشون مراجعه کنن. اگر که هر ماه برایشون مقدور نیست، میتونن که هر 60 روزی حتما حتما به پزشک جراح پا خودشون رو
حتما باید یک اپوینمنت بگیرن و در هر جایی که هستن پاهاشون رو نشون بدن و چکاپ کامل از پا از جان بگیره. من در برنامه های آینده توضیح های بیشتری خواهم داد راجع به این که چجور باید برای پاها چکاپ کرد و چه در چه موردی هست که پا بی‌حس میشه و این بی‌حسی یعنی که دیگه درد رو تحمل نمی کنه. و من میدونم که در برنامه های قبلی مختصرا اینا رو توضیح دادم، اما در برنامه آینده بیشتر توضیح خواهم داد. با اجازتون میریم یه بریک کوتاه میگیریم و برمیگردیم. اجازه هست که قلبمو برات چراغونی کنم، پیش نگاه عاشقت چشممو قربونی کنم. اجازه میدی تا ابد سر بذارم رو شونه هات، روزی هزار دفعه بگم که میمیرم برات. اجازه دارم به همه بگم فقط مال منی، بگم ستاره ها میگم همیشه تو فال منی. اجازه میدی که بگم حرف ترانه هم توی دلیل زنده بودنم، درد دارم به همه بگم فقط مال منی، بگم ستاره ها میگم همیشه تو فال منی. اجازه میدی تا ابد منتظر تو بشینم تو خواب و رویا خودم و همیشه با تو.
اجازه هست؟ دوستان عزیز، از اینکه به من پیوستید امروز و این دقایق آخر با هم دیگه هستیم بسیار خوشحال هستم و میدونین که من دکتر بنجامین رخسار از نیویورک مزاحمتون میشم و خیلی خیلی خوشحالم که تلویزیون مردم تونسته بین مردم جای خودشو باز بکنه و من هم از این بابت که با تلویزیون مردم هستم و از جناب آقای سروری خیلی تشکر میکنم برای اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتند و به دیدو درستی بگم خیلی از دوستان من که امریکایی که ایرانی به مردم تیوی نگاه میکنن و همشون از طریق ایمیل تلفن با من تماس گرفتن و احساس غروری به من دادن که من احساس میکنم که مردم تیوی الان خونه ماست و ما باید از خونه خودمون نگهداری بکنیم و هر جوری که میتونیم به هر طریق که قادر هستیم از انتقادات کم بکنیم و به مسائلی که سازنده هست و انتقادهایی که سازنده هست به اونها بیشتر توجه بکنیم. چرا که ما حتما من به شما قول میدم ما در امریکا ریشه خواهیم داشت و این ریشه در امریکا بهش میگن ایرانیان امریکنز، یعنی ما ایرانی آمریکایی هستیم و این از سالهای پیش، خیلی سالهای پیش، از سال من فکر میکنم 1945 به این طرف یواش یواش شروع شده و ایرانی ها به امریکا اومدن و اونها یواش یواش خودشون رو اینجا پایه گذاری کردن و پایشون یواش یواش ساخته شده و فکرشو بکنیم 1945 اون موقع من هم همه دنیا نیومده بودم. پس بنابراین من هیچ وقت نمیدونستم که من در سال 1971 بعد از این که از دبیرستان اندیشه فارغ التحصیل میشم، بخت من اینجوری بوده که به امریکا بیام و فرض کنین که یک نوجوان دانشجو که از تو خیابونای تهران بزرگ شده، بعد از اینکه تقریبا 17 سالش بوده میاد به امریکا و دنبال تحصیلشو میگیره. از این داستان ها و سناریو ها ما در طول این چندین سال دیدیم، هست و خواهد بود. چرا من این صحبت رو میکنم؟ فقط به خاطر اینه که مطلع باشی جماعت ایرانی امریکایی
در امریکا هست، خواهد بود و ریشه خواهد دوان. پس بنابراین این خونه که ما داریم درست میکنیم، این خونه برای نسل‌های آینده بسیار مهمه و انشاءالله که ما بتونیم نشون بدیم که ما ایرانی‌ها که اومدیم به امریکا مهاجرت کردیم و حالا اینجا زاد و ولد کردیم، ما یک قسمت مهمی از اجتماع هستیم و برای این اهمیت این موضوع برای اینه که ما بتونیم با همدیگه ارتباط داشته باشیم. ارتباط با هم داشتن باید همدیگه رو سپورت بکنیم. ما نمیتونیم با هم ارتباط داشته باشیم اما بخواییم که از همدیگه ایراد بگیریم، دشمنی بکنیم و همدیگه رو خراب بکنیم. این ایده خوبی نیست. ایده بهتر اینه که ما از هم انتقاد بکنیم و سازنده باشیم، یه چیزی رو بسازیم و در ساختن همیشه باید یه هدفی ما داشته باشیم. هدف من وقتی که وارد تلویزیون مردم شدم و میدونیم که الان از ماه اکتبر نوامبر 2011 من به مردم تیوی پیوستم، ما از اون موقع تا حالا خیلی کارهایی کردیم و خیلی پیشرفتهایی کردیم و امید داریم که این کارها پایه ریزی باشه برای آینده. اما آینده ما به دست خود ماست، ما خودمون باید آینده رو بسازیم، کسی برای ما این آینده رو نخواهد ساخت. مثل این مونه که یکی به درس بخونه یکی دیگه استفاده شو ببر، اینجور نیست. هر کسی که درس خونده اون همون شخص استفاده شو میبره. به مثلا یک نفر قضا میخوره یکی دیگه سیر میشه. ما فکر میکنم که تا بدونیم که این فلسفه اشتباهیه و خودمون از ماست که بر ماست، خودمون باید درستش بکنیم و خودمون باید ما خودمون باید این کار رو پای ریزی بکنیم و پیش ببریم. پس بنابراین وظیفه هر کدوم ماست که نشون بدیم در اجتماع و افتخار بکنیم از اینکه ایرانی هستیم و هیچ کسی نمیاد از شما بپرسه که شما از نظر سیاسی چه عقیده ای دارید. هیچ کسی نمیاد بپرسه از شما که چه مذهبی دارید. کسی نمیاد بپرسه که شما چه موزیکی رو دوست دارید گوش بدید. اینجا کشوری هست که ما انتخاب میکنیم، ما حق انتخاب داریم و این حق انتخاب داشتن برای ما مهمه، برای هر شخص ایرانی مهمه که بدون حق انتخاب داره و از این که ما انتخاب میکنیم این خودش یک درس زندگیه. اگر انتخابی که کردیم بد بود یه تجربه است، اشکال نداره. همیشه آدم نمیتونه که یه کاری انجام بده و در همه کارا پیروز بشه. بعضی موقعا شکست هم لازمه. اگه شکست آدم بخوره اون موقع بهتر میتونه که زندگی رو به جلو ببره. فقط زندگی پیروز برای پیروز بودن نیست، برای موفق بودن نیست. بعضی موقعا چلنج هایی داره که این چلنج ها آدم رو بهتر میکنه و
زندگی رو بهتر میکنه. برای الا اگر که زندگی همینجور یک نواخت پیش بره و چالنجی توش نباشه، اون زندگی پیشرفت نمیکنه. یکی از چالنجایی که ما در تلویزیون مردم داریم اینه که ما پیغامی میفرستیم به همه بینندگان و شنوندگان عزیز و این پیغام ما اینه: شما وظیفه دارید که ساپورت بکنید تلویزیون مردم. اگر به تلویزیون مردم گوش میدید، اگر تلویزیون مردم رو دوست دارید، من خیلی موقع برنامه سلطی با مردم رو گوش میدم و از این برنامه ها چیزایی یاد میگیرم. برنامه هایی که به اطلاع میرسونه و یکی از مثلا چیزاییست که ما خودمون رو نگاه میکنیم تو آینه اما خودمون رو نمیبینیم. این تو آینه نگاه کردن و خودمون رو دیدن خیلی مهمه. ما باید خودمون رو ببینیم، ببینیم کجا وایسادیم، کجای زندگی هستیم، چیکار میخوایم، چه هدفی داریم. ما در تلویزیون مردم هدفمون اینه که آگاهی برسونیم به مردم. برنامه من برای آگاهی رساندنه. حالا وظیفه شما چیه؟ شما که بیننده هستید، خیلی ها من میشنوم ما تلویزیون مردم رو نگاه نمیکنیم، اما اگر ازش یه چیزی بپرسی که فلان روز آقای سلطی چی گفت یا اینو گفت، من همینجا به حرف اتفاق باشم این تلویزیون های ایرانی رو نگاه میکردم، به حرف اتفاق رسیدم به تلویزیون مردم. ببینید عزیزان، ما به حرف اتفاق که زندگیمون اینجور شده. ما هیچ وقت یک نقشه یک پلانی نداریم، اما من وقتی که تلویزیون مردم رو نگاه میکنم، من اول برنامه روزانه خودم رو نگاه میکنم و من نگاه میکنم که مثلا اگر آقای سوربی روزای دوشنبه برنامه داره ساعتی دوی بعد از دون، اگر من وقت داشتم میخوام اون برنامه رو نگاه بکنم و افتخارم میکنم که اینی داری که پنهانش بکنم که دلیلی داره از اینکه من بیام بگم من داشتم رد میشدم، چهار پنج تا تلویزیون دیگه ایدم داشتم نگاه میکردم، همینجور که نگاه میکردم دو تلویزیون شما بر حسب اتفاق اومدم. اگر شما اینجور صحبت بکنید این سازنده نیست. شما بتونید با افتخار کنید، بگید بله من تلویزیون مردم نگاه میکردم، برنامه دکتر بنجامین رخساد نگاه میکردم. این اشکالی نداره. من نمیدونم ما چرا یه چیزی رو نگاه میکنیم اما نمیخواییم که خودمون بقبولونیم که این برنامه استفاده داره، یه استفادهی داره. اگر استفاده نداشت و ما این رو نگاه نمیکردیم نمیمدیم راجبش حرف بزنیم. تلفن هایی که به من میشه و ایمیل هایی که من از دوستانم، از بینندگان عزیز، از شنوندگان عزیز میگیرم نشوندنده اینه که برنامه رو نگاه میکنن، نشوندنده اینه که برنامه رو دنبال میکنن. پس ما سعی میکنیم که شما که دارین برنامه رو نگاه میکنید و دنبال میکنید سپورتش هم بکنید. سپورت چجوری بکنید؟ خیلی ساده است. من یک مغازه اینترنتی درست کردم و این مغازه اینترنتی برای کسایی که محصولات پزشکی احتیاج دارن. خب اگه شما مردم تیوی رو سپورت میکنی، برنامه های من رو گوش میدی، من انتظار دارم که شما به سایت من بری www.rdoctorstore.com و اونجا نگاه کنی
این سایت رو نگاه کنید ببینید مثلا اگر شما مرض دیابت دارید روی مرض دیابت کلیک میکنید و اون مرض روی مرض دیابت که کلیک کردید اونجا نشون میده به شما که چه وسائلی اونجا شما میتونید بخرید. حالا اون بالا نوشته که page 1 and page 2 یعنی دو تا صفحه داره، فقط یه صفحه نیست. پس شما وقتی که رفتید توی اون دیابت، اون قسمت دیابت کلیک کردید، بعد اون صفحه رو باید بیارید پایین و میبینید که وقتی صفحه بیارید پایین اونجا جوراب های متفاوت هست و اونجا یک پیلو هست. آخر صفحه اگه نگاه کنید یک پیلو هست که بهش میگن فوت پیلو، یعنی پاهاشون برای پاهاشون یه چشی تهیه شده و این در پیج اوله. وقتی که رو نکست پیج بزنی، پیج تو که بزنی، اونجا میبینید که برای اونا که دیابت هستن یکی از مهمترین چیزایی که باید داشته باشن یک تو کفشیه و باید این تو کفشی ها حتما حتما شما در کفشتون داشته باشید. من راجع به این محصولات میتونم ساعت ها صحبت بکنم، اما شما اگر که تشریف ببرید و نگاه بکنید برامون خیلی آسان‌تر میشه که سوالات که دارید و اگر که سوالی که مثلا فرض کنید که شما در کانادا هستید یا در اروپا هستید، وقتی که تو این سایت میرید و نگاه میکنید چیزی احتیاج دارید و سوالی دارید با من تماس بگیرید، من در خدمتتون هستم. و وقتی با من تماس بگیرید ما هیچگونه شما رو شما انتظار نداریم که ویزیت به ما بدید یا اینشورنس کمپانی از اینشورنس کمپانی شما ما استفاده بکنید. شما برای رفتن به این فروشگاه به احتیاجی ندارید که با من اصلا تماس بگیرید. شما میرین توی کامپیوتر و اونجا نوشته وقتی که رفتین توی این سایت www.ourdoctorstore.com/rukhsar. من یک بار دیگه اینو تکرار میکنم www.ourdoctorstore.com/rukhsar. بله، شما تشریف میبرید اینجا و وقتی که رفتیم توی این سایت اونجا نوشته search، شما product number یا product name یا condition یا product name یا product number یا condition اگر تو اون search box بزنید و کلیک کنید روی go، اونجا شما رو میبره به محصولی که لازم دارید. پس کنید اگر شما دیابت هستی و مرض دیابت دارید، شما روی اون کاندیشن طرف چپ صفحه روی کاندیشن اونجا کلیک میکنید و میرید و میبینید که چه محصولاتی هست. و مثلا یکی از
محصولات که من خیلی خیلی مهم میدونم این نیورومدی هست. نیورومدی برای کسایی است که این یکی نوع ویتامینه، برای کسایی است که مرض نوراپاتی، پریفرال نوراپاتی، یعنی اون اعصابی که پیرامونی هستن، اونا شروع میکنه به درد گرفتن یا سوزش میسوزه، و وقتی که اینا برنینگ سنسیشن میگن، همه کسایی این برنینگ سنسیشن رو دارن حتما حتما باید از نیرومدی استفاده بکنن. و شما میرید توی این سایت و اینو تهیه میکنید. اگر که انگلیسی نمیدونید میتونید به من تلفن کنید، من با تمام میل بهتون براتون اطلاعات